اعتراضات مردم تعز به کنترل این شهر توسط شیعیان حوسی روز دوشنبه در اطراف یک پایگاه نظامی ادامه یافت. مردم معترض سعی داشتند مانع پیشروی شبه نظامیان حوسی به سمت عدن شوند، شهری که منصور هادی رئیس جمهوری برکنار شده یمن به آنجا پناه برده است. روز دوشنبه در ریاض وزیر امور خارجه عربستان با همتای بریتانیای خود دیدار کرد سعود فیصل در این دیدار گفت اگر راه حل صلحآمیز امکان پذیر نباشد قطعا کشورهای منطقه اقدامات لازم را انجام خواهند داد او به وضوح ایران را متهم به دخالت در امور یمن کرد شورای امنیت سازمان ملل نیز روز یکشنبه اقدامات شورشیان حوسی را محکوم کرد جمال بن عمر فرستاده ویژه سازمان ملل برای یمن میگوید <applause> هر طرف بران است تا کشور را به طرف خودش بکشاند و این امر موجب تکرار سناریوی عراق، سوریه و لیبی و در نتیجه طولانی شدن مناقشه اخیر در کشور می شود. تنش ها در حالی در یمن رو به افزایش است که حمله انتحاری به دو مسجد حوسی ها در صنعا بیش از 140 کشته بر جای گذاشته است با افزایش اختلافات مذهبی و فعالیت القاعده و داعش در یمن شرایط در این کشور بیش از پیش رو به وخامت گذاشته است